بر اساس گزارش‌های دریافتی از پاکستان، خشونت و فشار سنی‌های تندرو علیه شیعیان منطقه کرم این کشور بار دیگر شعله‌ور شد. پلیس و شاهدان گفتند درگیری اخیر زمانی آغاز شده که روز شنبه مهاجمان تندروی سنی به یک اتوبوس مسافربری شیعیان حمله کردند که در این رخداد بیش از 10 تن به شهادت رسیدند. همکارم در گزارش خود این موضوع را روایت کرده که با هم می‌بینیم. خشونت و درگیری‌ها در منطقه عمدتاً شیعه نشین کرم پاکستان که 2 هفته پیش با وساطت بزرگان دو طرف خاموش شده بود، بار دیگر شعله ور شده است. بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان که گفته می‌شود از سنی‌های تندرو بودند، 2 روز پیش یک اتوبوس حامل شیعیان را به رگبار بستند که 11 شهید و چندین زخمی بر جای گذاشت. پلیس منطقه کرم گفته که به دنبال این رویداد درگیری در سایر نقاط نیز آغاز شد. به گفته پلیس تاکنون 8 نفر زخمی شدند که وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خشونت روز شنبه را محکوم کرده و از مقامات ایالتی خواست تا اقدامات فوری برای حل ناآرامی‌ها و بازگرداندن صلح به منطقه مرزی اتخاذ نمایند. این کمیسیون گفته با وجود حضور شدید نظامیان و نیروهای مسلح، بی‌نظمی و هرج و مرج به حدی فراگیر شده است که ساکنان کرم در فضایی دائما مملو از ترس و وحشت به سر می‌برند. کرم که در گذشته نچندان دور یک منطقه نیمه مختار بود، سابقه درگیری‌های خونین بین قبایل ساکن در این منطقه به ویژه سنی‌های تندرو و شیعیان را دارد. مقام‌های محلی گفتند که تنش‌های جاری ریشه در مناقشه بر مالکیت زمین بین قبایل را دارد که منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر از هر دو طرف در 3 ماه گذشته شده است. در آخرین مورد 2 گروه شیعه و سنی در منطقه کرم پس از 1 هفته درگیری که 37 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت در تاریخ 27 سپتامبر با آتش بس توافق کرده بودند. درگیری میان این 2 گروه در ماه ژوئیه نیز باعث کشته شدن 35 نفر شد و سرانجام با وساطت بزرگان 2 طرف درگیر به آتش بس توافق کردند. شیعیان پاکستان میگویند از دیر زمانی با تبعیض و خشونت گروه‌های افراطی و تندروی سنی مواجه هستند و در اکثر موارد حکومت مرکزی نیز ضعیف نشان داده یا سکوت اختیار می‌کند. افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد با ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آیا افضل رضا، با توجه به تشدید خشونت‌ها علیه شیعیان در منطقه کرم پاکستان، به نظر شما نقش دولت پاکستان و نهادهای حقوق بشری در کاهش این خشونت‌ها و حفاظت از حقوق اقلیت‌های مذهبی چه باید باشد؟ بله، متاسفانه در ادامه حملات تروریستی سریالی در منطقه قبیله کرم و همچنین در حومه شهر پاراچنار که از شهر شیعه نشین و مظلوم در شمال غرب پاکستان محسوب میشه، مجددا شاهد مماشات دستگاه‌های امنیتی به ویژه دولت محلی نسبت به عاملان و آمران این گونه حوادث غیر انسانی هستیم. با وجودی که چندین ماه از چند فقره حملات مرگبار به بهانه مناقشه بر سر اراضی کشاورزی یا زمین‌های ملکی بین 2 قبیله داره روی میده، دولت متاسفانه به سادگی از این قضیه عبور کرده و سعی داره به جای پرداختن به ریشه
اصلی این گونه حوادث تروریستی که ظلم و ستم تکفیری ها و سنی های افراطی علیه شیعیان و مظلوم هستش رو لاپوشانی بکنه. متاسفانه دولت ایالت خیبر پختونخوا که مسئول امنیت در این ایالت و به ویژه در این منطقه پارشنار است، این روزا در نبرد سیاسی با دولت فدرال هستش و سروزیر اون هم فعلا سرگرم بازی های سیاسی با دولت جنای حاکم هستش که متاسفانه اثرات منفی اون هم در رسانه‌های پاکستان می‌بینیم که به صورت عادی از این ماجرا عبور می‌کنه و همچنین تأکیدی بر اقدامات بحث برانگیز دستگاه امنیتی هستش. باید دستگاه امنیتی پاکستان این مسئله رو بررسی کنن. به نظر من با توجه به جایگاه پاکستان که خود را یکی از حامیان اقلیت‌ها به ویژه نگران اقلیت‌های مسلمان در هند هستش، این میتونه به وجهه پاکستان آسیب برسونه. بله، از توضیحاتتون ممنونم. افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.